آیا برای انسان جایز است که سیرکا بخورد؟ سوال: حکم خوردن سیرکا چیست؟ جواب: حمد و ثنا به پروردگار. اول، اساس در خوراک ها حلال بودن آنها می باشد تا آن دمی که برای حرام بودن آن دلیل ثابت نگردد. الله سبحانه و تعالی فرموده است: بر آنان که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند در آن چی خورده اند گناهی نیست. هرگاه پرهیزگاری کنند و ایمان بیاورند و کارهای شایسته انجام دهند. سوره مائده آیه 93. اینچنین الله سبحانه و تعالی فرموده است: اوست که همه چیزهای را که در زمین است برایتان آفرید. سوره بقره آیه 29. اینچنین می فرماید: بگو در میان آن چی به من وحی شده است چیزی را که خوردن آن برای خورنده حرام باشد نمی یابم، مگر گوشت مردار یا خون ریخته یا گوشت خوک که حتما پلید است، یا حیوانی که هنگام ذبح از روی نافرمانی نام غیر الله تعالی بر آن برده باشند. سوره انعام آیت 145. دوم، ثابت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم سیرکا خوردند، بلکه آن را مدح و ستایش کردند. حدیث با روایت امام مسلم از جابر ابن عبدالله رضی الله عنه که روایت شده است پیامبر صلی الله علیه و سلم از خانواده خود پرسیدند، در جواب گفتند فقط سیرکا داریم. پیامبر آن را طلب نمودند، سپس به خوردن سیرکا شروع کرده فرمودند: سیرکا بهترین ادام است، سیرکا بهترین ادام است. کلمه الادوم جمع کلمه ادام است که ادام آنچه که بنان خورده می شود. امام نووی رحمت الله علیه در شرح حدیث مسلم گفته است: در این حدیث فضیلت سیرکا بیان شده است و آن ادام هم نامیده می شود، آن با فضیلت نیکوی است. پایان سخن. در موسوعت الفقهیه آمده است که در بین علما در مورد جایز بردن خوردن نوشیدن سیرکا خواه از انگور باشد و یا از دیگر چیز اختلاف وجود ندارد. اینچنین در مورد جایز بودن خوردن سیرکاهای شرابی که خود از خود به درمان سیرکا شده است، یعنی به سیرکا تبدیل یافته است، اختلاف وجود ندارد، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند سیرکا بهترین ادام است. پایان سخن. الله سبحانه و تعالی داناتر است.